خب من سال نو میلادی رو خدمت دوستان عزیز تبریک میگم. یه مدتی در مثنوی تأخیر شد، به خاطر همین شب یلدایی که برگزار کردیم و تعطیلاتی که بود، بعد از 3 هفته دوباره برمیگردیم به داستان خسروشینه. یادتون باشه بعد از کندر کردن های طولانی این دوتا عاشق، خیلی اینها در واقع با هم گفتگو کردن، خیلی هم طول کشید گفتگوها، و بالاخره شیرین از موضع کاملا سخت و از موضع کاملا عدم پذیرش خسرو اون رو ترد کرد و خسرو در حالت عصبانیت شیرین رو ترد کرد و حالا در حال برگشتن هست احتمالا به مدائن، و اومده و در یه منطقه سراپرده زده، خیمه زده و به شدت عصبانی است. داره با شاپور گفتگو میکنه، شاپور هی داره بهش التیام میده، هی داره بهش تذکر میده که تو باید تحمل بکنی وضعیت، شیرین عصبانی بوده از یه حرفا، ولی خسرو کاملا تو موضع تلخ و فرق هست. ما در همین حین در واقع شیرین از پشیمون میشه و از قصر خودش رو ترک میکنه، داره میاد برگرد و بره جلوی خسرو که باز دوباره با خسرو مواجه میشه. من حالا دقیقا هم یادم نیست، ولی ما تو همین فضا هستیم، همین فضای قهر و آشتی هستم، قهر و آشتی اینها هستیم، و بذاریم که آرکه دوستان زیادی اومدن بشینن. بعد من و اتفاقا چیزش هم فصلش هم همان شیر صاحب سخن پیر کهن سال چون این آگاه کرده از صورت حال، میگه که این حس در آدم ایجاد میشه که نکنه نظامی داره فردوسی رو میگه، چون که میگه همان صاحب سخن پیر کهن سال که مرتضى فردوسی کهن سالی هم نبود، ولی خب به هر حال به نظر میرسه داره ارجاع میده به کسی که قبلا این داستان رو تعریف کرده که باید فردوسی باشه. و ما رسیده بودیم به این که بید که عجب ما در ماند شاپور از سپاسش، یعنی شاپور از شیر در واقع اون فردی که مثل یه غلامی، مثل یه متنکروار، یه آدمی که پوشیده، یه آدمی که در لباس مبدل آمده بود، مثل غلامان که شیرین باشه آمده بود، و شاپور تعجب کرد، عجب درماند شاپور از سپاسش، فراتر شد که گردد روشناسش. ایجی گفتم معلوم شد شاپور پیر بوده، چون رفته بود عقب ببینه درست خودش هست یا نه، چشش ضعیف بود. و بعد میگه نظر چون بر جوان نازنین زد، کله بر آسمان سر بر زمین زد. و شاپور فوق العاده اینجا خوشحال شد که شیرین برگشته، چون دائم داشت به خسرو میگفت که شیرین به اصطلاح نازی کرده، باید بکنه، ناز کردن از زیبارویان بعید نیست، و اون بر میگرده به سمت تو، و حالا که داشت شیرین میدید خیلی خوشحال شد، کله بر آسمان سر بر زمین زد، بپرسیدش که چون افتاد راید، که ما را توتیا شد پاک به پاک، که گفت که چی شد که برگشت، چون جان شد رایت، این ربطی به احمدی نژاد و رأی من پس بده و اینا نمیده، میگه بپرسیدش که چون افتاد رایت، بعد معنی نکنه رأی من کنه، این یعنی که چی شد که برگشتی و که ما را توتیا شد خاک پایت. گفتم بهتون که سرمه چشم رو قوی میکنه، نور چشم رو قوی میکنه، یعنی تصور میکردن نور چشم قوی، خاک نور چشم ضعیف میکنه، یعنی خاک که تو چشم آدم میره آدم کور میشه، و توتیا شد خاک پایت، یعنی خاک پای تو به مثابه سرمه شد برای ما، یعنی قدمت بر چشم ما که آمد. پری پیکر نوازش ها نمودش، به لفظ مادگان لختی ستونش،
و با سخنان زنانه اون رو ستود. چرا با سخنان زنان تاکید میکنه؟ به خاطر اینکه آدم هایی که در لباس مبدلن، به اصطلاح یه اصطلاحی هست در انگلیسی، بهش میگن تراوستی. تراوستی یعنی لباس عوض کردن در کلام. و مثلا کلامی که فرض کنید که مال شما نیست یا به نظر نمیرسه که شما همچی کلامی روید. مثلا فرض کنید وقتی که شما دارین با کودکان حرف میزنید، تی 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 پا 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 میگن، چیزها رو عوض میکنید. این یه نوع تراوستیه، یعنی کلامی که متعلق به شما نیست. شما دارین تو لباس مبدل، ولی لغت از همین لباس مبدل میاد، لغت ایتالیایی ریشش از لباس مبدل میاد. چون آدم ها تو حالت بال ماسکه لباسشون عوض میکنن، مردا زن میشن، زن ها مرد میشن. و در واقع سخن گفتن گاهی اوقات تغییر لباسه، تغییر لباس از یه مورد. حالا این همیشه قابل اجرا نیست، یعنی ما تغییر لباس میدیم ولی سخنمون سر جاش میمونه. یعنی ما ژستمون عوض میشه، هیئتمون عوض میشه، لباسمون مبدل میشه، یعنی به محضی که دهن باز میکنیم معلومه که ما همون به قول مادر من مهرانویم. حالا ولی که اومدیم کانادا و لباسمون عوض شده، ژستمون عوض شده، چهار کلمه انگلیسی بهرون میکنیم، ولی به محضی که شروع میکنیم جمله اونو گفتن معلوم میشه که اون لهجه کرمونی از اون تش میاد بیرون و همه چی خراب میشه دوباره. و این خانم شیرین هم در واقع اینجور به لفظ مادگان لختی ستودش، یعنی به محضی که شروع کرد حرف زدن معلوم شد که این دختری است و نمیتونست دیگه اون لباس مردانه یا غلامانی که متنکروار پوشیده بود اونجور نمیتونست بسیار اعاده کنه. گرفتش دست و یک سو برد از آن پیش. این سند خوبی است، این سند خوبی است که مردان دست زنان رو میگرفت و به نظر من جزء اسناد یک ما نگاش داریم که در زمان نظامی شاپور دست شیرین رو میگرفته و ما هنوز متاسفانه در مملکتمون، البته این فقط هم به جمهوری اسلامی مربوط نیست، که فکر کنیم مثلا دست دادن زن آقا و مردان ممنوعه در مدعام یا حتی برای مراسم رسمی اینها. مثلا خود من هم با فامیلای نزدیکمون دست نمیدادم. البته خواهد نسل‌های جدیدتر فرق می‌کردن یا خانواده‌های متفاوت با هم فرق می‌کردن، ولی به هر حال بود. و من برام این سوال هست که ایرانیان از کی این دست دادن رو و دست همدیگر گرفتن رو که بسیار بسیار نشانی خوبی است، نشانی نزدیکی است و نشانی این لمس، این احساسی که منتقل میشه از این لمس بسیار احساس خوبی است، کی ترک کردن و نشون میده در زمان نظامی این یه چیز عجیبی نبوده. یعنی وقتی نظامی اونجور تو داستانش میگنجونه، خوانندگان نظامی تعجب نمیکنن که چجوری چطور شد که شاپور دست شیرین گرفت. میبینه میگه گرفتش دست و یک سو برد از آن پیش. ببخشید به نظر که شیرین دست شاپور فرقی نمیکنه. آره. بله even worse که حالا اون گرفت. بله، حکایت کرد با او قصه خیش، بعد شیرین گرفت، راست میگه. بله، دستش اگر گرفتم با دست کنم، فرق میکنه در این گایدش کنی، حرامنماییش؟ باشه، باشه، هنوز هم فرق میکنه، قبول داریم، ولی دست ما هم وقتی که فرض کنیم که بنده با یه نامحرمی میخوام از خیابون رد شیم، دستش من نمیگیرم، اونم دست من نمیگیرم، من نمیگم دست دارم، اصلا همون دست گرفتنی که الان داره میگه، یه از کی ترک شده؟ چرا ما دست هم دیگه نمیگیریم؟ روایت اسلام رو من برای اینکه داستان موسی رو بخونیم، موسی دقیقا وقتی که رفتش و اون زنان دختر شوی بودی دقیقا اینجور بودی مایش من دو جدا برو ما پایستر یکی دکتر دفیسی میکنم به سعی میدادن یا دکتر میدادن بله بله اسم اون زنم از صفورا صفورا دختر شوی بله که میگه که بله تو جلو برو موسی مجبور میکنم موسی رو جلو برو. خب اون داستان ایرانی نیست، ولی به هر حال الان اینجا ما یه سندی داریم، البته بازم داریم اسنادی که نشون میده که ما دست همدیگر میگرفتیم.
و حکایت کرد با او قصه از آن شوخی و نادانی نمودن خجل گشتن پشیمانی بودن و شیرین به شاپور گفت شاپور من پشیمانم کاش که یه حرفا رو به خسرو نزد و از آن افسانه های خام گفتن سخن چون مرد بی هنگام گفتن مرد بی هنگام این خلوص بیمن نمودم گرد که چون شه بارگی راند دلم در بند غم یک بارگی ماند و آشکار کرد نمودانگه یعنی آشکار کرد برای خود برای شاپور که چون شه بارگی راند وقتی شه سوار اسب شد سوار شبدیز شد و برگشت دل من یه ریخت پایین دلم در بند غم یک بارگی ماند من احساس کنم او دستش داره رفت چنان در کار خود بیچاره گشتم که منزلها ز عقل آواره گشتم و از آن بیچارگی کردم دلیری کند وقت ضرورت گور شیری میگه اینقدر فشار اومد به تنهایی که دلیر شدم سوار از شدم اومد این رفتاری بود که از شیرین بعید بود شیرین میگه خسرو رفته التماسش میکنه داره ناز میکنه به خسرو و میگه که تو دروغ میگی تو باید بری برگردی مثل آدم بیایی این چه طرز خاصی باید اومدن اینها و حتی میخواست راهش نده و شاپور التماس میکنی که حتی من راه بده تو خونه حالا یه جای من این همه راه اومدم و حالا یک دفعه وقتی بری به سمت طرف مقابل اون هم تو موضع ضعف و تو موضع تسلیم و خطا پذیری و از آن بیچارگی کردم دلیری کند وقت ضرورت شبور شیری تو دولت بین که تقدیر خداوند مرا در دست بدخواهی نیفتند میگه خدا شو که تو من دیدی برای اولی بار و الان تو اینه داری واسطه قرار میگیری چون این برخواست آمد به حکم راست آمد و برخواسته اول یعنی تصمیم برخواسته دوم برخواست آمدن دوم اجرا شدن میگه چون این برخواست آمد چون این تصمیم اجرا شد به حکم راست آمد به حکم این که حقیقتی درش بود راست آمد درست اتفاق افتاد فرد درست من مواجه شدم باش به حکم این که درش حقانیت بود چون دروغ در من نبود همه چیز موافق شد و همه چیز درست قرار گرفت کنون خود را از تو بیبین کردم به آمد را به تو تسلیم کردم این که چه حوادث نیکی از این به بعد چه شگونه مبارکی از این به بعد اتفاق بیفته به تو تسلیم کردم دو حاجت دارم در بند آنم برابر زان که حاجتمند آنم یکی شه چون طرب را گوش گیرد اینجا گوش گرفتن این گوش گیرد شیرازیان نیست شیرازی ها دیدن میگن گوش بگیر یعنی گوش بده ولی این گوش گرفتن اینجا یعنی گوش یکی رو گرفتن مولوی میگه چی میگه که در برخان خیشم خانده ای مهمان خیشم کرده ای گوشم چرا گیری اگر از گوشه یه نان بشکنم میگه حالا ما مهمونی تو میگه چرا تا مهمونی اونو میخوانی گوش بار میگیرم که نخواه این گوشه یکی رو گرفتن حافظ میگه چی میگه گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کنه یه عباس آدم ها گوششی کشیدن دیگه عباس کتک خورده عباس فوش شنیده دیگه گوش برس من نمی کنه گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کنه این گوش کشیده به این معنی میگه یکی شه چون یکی از کارهایی که میخوام برام بکنی اینه که شه چون طرب را گوش گیرد گوش طرب را بگیره جهان آواز نوشانوش گیرد مرا در گوشه این تنها نشان نگوی راز من شه را نهانی اون نری بودو بودو الان بگیم اومده من یه گوشه بیشون تا مجلس بعض میشون نقشه ای داشت خودشی در واقع خب میدونن طبیعی هم هست وقتی که آدم میخواد بره یکی بگه آقا من اشتباه کردم ببخشید ساری
خب باید این رو همینجوری خب بره بگه خب طرف میگه که خب میخواست اشتباه نکنه، یعنی خطرناکه اینجوری گفتن. میخواست این رو توی مجلسی که هنرمندان هستن، شاعران هستن، شاعرانه بیان بکنه که شاه تحت تاثیر احساساتش قرار بگیره. اینجا چرا نمیتونه چون که به موسیقی گوشتادن مثلا نمیتونه به این چک در نظرش بگیدیم؟ میتونیم ولی منه مگر تنها اویدنس هم میشه، یعنی این گوش گرفتن شیرازی ره من توی متون کهن نه ولی میتونه عمدن اتفاقا گفتم نمیشه بخاطر این بود که میشد گفتم نمیشه، یعنی چون که این ذهن میره به این سمت گفتم نمیشه و شما هم درست میدید، نه واقعا میره به اون سمت که این شکلی بود. میگه که مرا در گوشه تنها در گوشه ای تنها نشانی نه توی راز من شهر را نهانی بدان تا لهو و نازش را ببینم، جمال جان نوازش را ببینم. دوم حاجت که گریابد به من راه، دوم حاجت که گریابد به من راه، حاجت دوم هم اینه که اگر شاه به من راه یابد زارن، حالا برم جلو بینم درست دارم من میکنم، به کاوین سوی من بینت رنجا. اینجا دیگه واقعا خیلی داره سنگ تموم میذاره از عذرخواهی، چون همش تا حالا میگفت من با کاوین در واقع به خانه تو میام، بلند شدی اومدی، حبس شیرین خانم کردی، بلند شدی اومدی، بند در باز کنم بیم تو نداری. کاوین یعنی مهریه، کاوین یعنی این که رسمی بودن قضیه، پابلیک بودن قضیه، در واقع تشریفات داشتن قضیه. این تشریفات رو در واقع میخواست شیرین، به خاطر که شیرین رو مخصوصا هم یه مقداری دانگرید میکردن بقیه افراد سلطنتی و حرمسرا و به نظرشون میمد شیرین کسی نیست و شیرین خیلی براش این مهم بود که این شأن و شخصیتش با این کاوین شناخته بشه و بره تو چشم اونهایی که در واقع شیرین رو ناکس میدونستن، کما اینکه در شاهنامه فردوسی هم شیرین خیلی ارجی نداره، اونجا هم شیرین از طبقات پایین اجتماع تلقی میشه و بی کس و کار تلقی میشه تو ورژن فردوسی. و اینجا هم نابره میگه که دوم حاجت که گریابد به من را، به کاوین سوی من بیند چند شام، یعنی نگاه بکنه به من و این کاوین مرا بس. یا شاید هم هنوز داره همون داستان قبلی رو میگه و همون اصرار قبلی رو میکنه که باز و کاوین داره پافشاری میکنه، ولی به نظر من میاد که برعکس داره، میگه نگاه او مرا کاوین بس و نگاه عاشقانه‌ای به من داشته باشه، محبت آمیزی به من داشته باشه، نگاهی از موضع قبول داشته باشه برای من هست. یعنی این معنی به جای آورد خواهی، بکن ترتیب تا ماند سیاهی، یعنی تا روز نشده بکن. و اگه کارا رو میخوای بکنی تا هنوز شب نشده ترتیب امور رو بده، وگرنه تا ره خود پیش گیرم، سر خیش و سرای خیش گیرم، و اگه نمی کنی من برگرم. بینه هنوز هم این کل شرقی و لجاج تو شخصیت شیرین هست. چرا؟ این سیاهی فکرانه من یه سیاه رو نمیشه مثلا ترتیب بده که نمیشه بشه این کاوی، که این معنی به جای آورد خواهی بکن ترتیب تا ماند سیاهی، این معنی که نوشته بشه این قضیه، آه یعنی لیستی تقیه کن مثلا اون کاوی نرو میفهمم مکتوب کن. خوبه، معنی خوبیه، معنی خوبیه، ولی من این معنی رو ندیدم، نه تو وحید نه توی ثروتیان، ولی معنی خوبیه. شما دیدن جایی یا الان به ذهنتون متوجه شد؟ خیلی خوب، معنی خوبه. بریم جلوتر ببینیم که آیا تایید میشه این معنی که داره میکنه. که گر این معنی به جای آورد خواهی، بکن ترتیب تا ماند سیاهی، وگرنه تا ره خود پیش گیرم، سر خیش و سرای خیش گیرم. خب ولی واقعا خواسته ای چیز نداره که سیاهی نمشته بشه. ببینم کاوین رو میده.
کاوینی نیست که. چه کاوینی؟ آقا کاوین در صورتی کاوینی که سیاهش رو بنویسیم که یه چیزی بیم مثلا که قصر فلانجا، ملک برمانجا، بیه نگاهی که نگاهی که همه می‌نویسیم که هم موجود بسیم بعد نگاه خودم رو کاوین رو کاوین نباشه واقعا محلیش باشه، یعنی واقعا عقل بمانه پیتا من؟ منظور همون یعنی مکتوب کردن همون همون مکتوب کردی بشه تا من بیام خب حداقل نگفته چی؟ چی مکتوب کردش؟ این حداقل معلوم است. خب میگه که چون روشن گشت بر شاپور کارش به صد سوگند شد پذرفتگارش. شاپور که خب خیلی موافق این وصلت بود و گفت که صد در صد قبول میکنم هرچی بگیم. برآخر بست گلگون را چو شبدیز، در ایوان برد شیرین را چو پرویز. دو خرگه داشتی خسرو مهیا، برآمده به گوهر چون ثریا. و ترکیب شده بود این خرگاه ها، این سراپرده ها به جواهرات و مانند ثریا بودن از بس که می درخشیدن. یکی ظاهر ز بحر باده خوردن، یکی پنهان ز بحر خواب کردن. پریرخ را اون باده خوردن در واقع، یکی ظاهر ز بحر باده خوردن، یکی پنهان ز بحر کار کردن. پریرخ را به سان پاره این نور، سوی آن خوابگه آورد شاپور. برکه اون یکی که در واقع یه مقداری خلوت بود که در شیرین اونجا آماده بشه. گرفتش دست و بنشاندش بران دست، برون آمد برون به دوباره بنه. گرفتش دست و بنشاندش بران دست، اونجایی که لیاقت داشت نشون دادش. برون آمد در خرگه فرو بست، به بالین شه آمد دلگشاده، به خدمت کردن شه دلنهاده. زمانی توف میزد گرد گلشن، زمانی شمع را میکرد روشن. دیدن وقتی یک کسی خوابه و ما میترسیم ازش، مثلا بابا ما خوابه ما میترسیم، میخواییم بیدارش. دیدن مثلا نمیریم بگیم بابا بلنش، بابا بلنش میگه که مثلا زهر مار نزشتیم و دوبار بیدن. هی میریم مثلا یه چیز رو جاب جاب کنیم، هی موضوع یه شمع یه گوشه یه این تلق تلقی بود. این شاپور هم تلقی میترسده خسرو ببینه اومده بود بالا سرش را، میگه به بالین شه آمد دلگشاده، خوشحال بود میخواست این شاه رو بیدار کنه. به خدمت کردن شه دلنهاده، زمانی توف میزد گرد گلشن، میرفت یکم به گلا گلدون بده، زمانی شمع را میکرد روشن. شمع روشن میکرد که ای بک ای از خواب بیدار. ز خواب خوش در آمد ناگهان شاه، جبین افروخته چون بر فلک ما. ستایش کرد بر شاپور بسیار، که ای من خفته و بختم تو بیدار. چقدر خوشحال میشه آدم وقتی که بیدار میشه، یکی بیدار میشه. این بزرگترین سعادتیست که همین ماها الان داریم. بیدار میشیم ببینیم زن ما بیدار، بیدار میشیم ببینیم شوهر ما بیدار، بیدار میشیم ببینیم بچه ما بیدار. ما و بختمون خفتیم، ولی یک نفر بیدار که بخت ما رو بیدار کنه. ستایش کرد بر شاپور بسیار، که ای من خفته و بختم تو بیدار. به اقبال تو خوابی خوب دیدم، که از آن شادی بگردون سر کشیدم. چنان دیدم که اندر پهن باغی، به دست آوردمی روشن چراغی. چراغم را به نور شمع مهتاب، بکن تعبیر تا چون باشد این خواب. مهتاب که هنوز به آسمان بود، شمع هم که روشن کرده بود شاپور. و خسرو گفت که تعبیر کن چراغ من رو در زیر سایه این مهتاب، در زیر نور این مهتاب و نور این شمع. بگو معنی چراغ در خواب من چی بود. به تعبیرش زبان بگشاد شاپور، که چشمت روشنی یابد بدان نور. به روز آرد خدا این تیر شب را، بگیری در کنار
آن نوش لب را بدین مژده بیا تا باده نوشیم زمین را کیمیای لب نوشیم. حافظ میگه اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی به خیر به خلق رسد به غیر رسد رسید چه باک از آن گناه که خیلی نفعی به غیر رسید چه باک یه بار بخونه نفعی به غیر رسد چه باک این که شراب که میخوری جرعه‌ای فشان بر خاک این جرعه بر خاک فشاندن یا زمین رو به تعبیر نظامی اینجا توی به زمین رو گلگون کردن این سنتی بوده بین ایرانیان که وقتی می میخوردن جرعه ای بر خاک میافتادن. حافظ اون رو خوشکل خوشکل تعبیر کرده گفته که وقتی شما جرعه بر خاک میاندازین اتفاقی میفته اونایی که زیر خاکن این میره و شرابه میرسه جذب و استخوناشون میشه یه نفعی به غیر میرسه چه فایده یه گناهه گناه داره شراب خوردن ولی حداقل یه فایده داره به یکی می خیلی خوشگل این رو تعبیر کرده حافظ ولی این احتمالاً برمیگرده به سنت قربانی که در واقع خون قربانی باید بر خاک ریخته میشه و جلوی قربانی رو وقتی میگیرن تعمدن جوری نگرش میداشتن که خونش بر خاک ریخته بشه و انگار باید خون ریخته بشه تا خاک آرام بشه تا وحشت طبیعت بخوابه و زمین آرامش بگیره و خون میتره این هیولای خفته در زمین و این حوادثی که در واقع این هیولا میآفرینه و وقتی که دیدن تو دوره جمهوری اسلامی سرکه یا مدت جایگزین شراب شده می‌دونم شما یادتون یا نه این هنر آشپزی خانم روزا منتظمی که چاپوشون نسخه های جمهوری اسلامیش همه جا سرکه بود مثلا اون مقداری سرکه برای میاد یعنی شراب ها همه تبدیل شده بود به سرکه مثل میگن که آقای شاملو رفته بود کتاب کوچه رو منتشر کنه و اونجا مأمور ارشاد کتاب باز کرده بود نوشته بود نوشته که نشیر داره نه پسنون گفت چه بردن هندسون با اینکه چه میگن؟ چه داره؟ مورد منکراتی داره گفته که خب چه اشکال داره؟ گفتم که شما گفته نشیر داره نه پرسون گفته شما رو گفته خب بگن نشیر داره نه سینه گفتم خب طرف گفت خب این که کافیهش غلط میشه گفت خب بگن گاوش بردن بدیده همه چیز ما خب عوض میکنیم نشیر داره نه سینه گاوش بردن بدیده این یکی از تغییرات این بود که خون تبدیل شد به شراب و اتفاقا این تغییر خوبی که در واقع شراب به مثابه خون رزه دیدن میگه که تو خون کسان خوری و من خون رزان انصاف بده کدام سانتیگیتری خونخوارتری کدام خونخوارتری در واقع شراب به عنوان خون رز نماد خون قربانی چون قربانی هم میگه آقای چیز رودکی توی توصیف شراب میگه که مادر می را بکرد باید قربان دختر او را گرفت و کرد به زندان اینجوری قصیدش رو شروع میکنه یعنی قربانی کردن مادر می و بعدش تبدیل شدن این در خون به شراب و این میاد جایگزین خون میشه و بنابراین وقتی که می خوردن یه مقداری برای تبرک و تیمم و وست شدن به عوالم قدسی یه مقداری از اون رو میریختن رو خاک و این سنت بینش ایرانیان باقی میمونه که جرعه‌ای بر خاک میافشانده حالا نگاه کنید این کجا بودیم؟ بیت خوب بود من ببینه اینه که گذاشتونم سر بیت که وقتی که میخوام دوباره بخونم همون جور برش داشتن حالا دین نمیدونم کجا بدین مجده بیاد تا باده میشه بدین مژده بیا تا باده نوشیم زمین را کیمیای لعل پوشیم یعنی جرعه ای بر خاک بفشانیم بیاراییم فردا مجلسی نو به باده سال خورد و نرگسی نو
چو از مشرق برآید چشمه نور، برانگیزد ز دریا گرد کافور. روشن گرد کافور این گرد سپیدن، بخار صبحگاهی از روی دریا بلند میشه با طلوع خورشید. می کافور بود در جام ریزیم، و از این دریا در آن زورق گریزیم. در کنون زورق، در زورق سراغی. میگه چی حافظ؟ میگه چی؟ میگه که بیا و کشتی ما در شط شراب اندازیم. این زورق یعنی سراغی. سراغی شکل قایق بوده، هلالی شکل و شکل قایق. البته سراغی ها میتونه در واقع شکل قایق بودن و بعد یعنی کله‌ای داشتن، این شکل واقعی شکل مرغابی میشدن و به خاطر این بط شراب هم بهشون میگن. بط شراب یعنی مرغابی شراب. کشتی باده هم بهشون میگن به خاطر اون فرم پایینشون. می کافور بود در جام ریزیم، و از این دریا در آن زورق گریزیم. رخ شاه از طرب چون لاله بشکفت، چون نرگس در نشاط این سخن خفت. شاد بار خواهد. شما هم تو نزده تو میاد سر فرس؟ میگه سرگه چون روان شد مهد خورشید، جهان پوشید زیورهای جمشید. خب چه اتفاق افتاد؟ در واقع جواهرات جمشید، جمشیدی یا خزانه جمشیدی با پیدا شدن خورشید آشکار شد. یعنی در مقابل اون جواهر کوچولوها که تو آسمون بود، ستارگان، جواهر جمشید بیرون اومد که بزرگترین جواهر آسمان است. برآمد دزدی از مشرق سبک دست، اون جواهر کوچولوها رو یه دزدی اومد همه رو یک کاسه کرد. وقتی دزد وارد یه جایی میشده، توی خزانه سلطنتی میشده، نفت همه جواهرها رو برمی‌داشت و می‌موند می‌کرده توی کیسه. و اون کیسه میشده در واقع کیسه پر از جواهری که با خودش می‌برده. ببینیم برآمد دزدی از مشرق سبک دست، عروس صبح را زیور به هم بست. تمام جواهرات رو بست به هم که ببرد. به جنبانید مرغان را پروبا، برآوردند خوبان بانگ خرخار. چون صدای پاها دیگه شنیده میشد. خرخار الان دوباره دیدم تو ایران مد شده، دختران میپوشن. یعنی زمانی ما جوان و جوان بودیم خرخار نبود، ولی الان در دستبندایی که حالا پابند به موچ پا میزنن اینا نبود، دختران نمیپوشن. تو جنوب بندریا و جنوبیا و خوزستانیا اینا میپوشن، ولی به طور کلی در ایران نبود. ولی الان دوباره مد شده میپوشن. در زمان صفویه در کل ایران خلخال بوده، به خاطر اینکه ما تو شعرهای اون دوره میبینیم. مثلا کلیم یه جا میگه که کند در هر قدم خلخال فریاد. بگه وقتی یه دختری داره راه میره تو هر قدمش خلخال داره فریاد میزنه که حسن گلرخان پادرگاه است. میگه یه گلرخی پاش تو رکابه داره میاد. صدای خلخال صدای راه رفتن زیبارویان در واقع بوده. میبینه میگه که در آمد شهریار از خواب نوشین دلش خورم شده، زان خواب دوشین زنو فرمود بستن بارگاهی. آیه ببخشید. به جنبانید مرغان را پروبال، برآوردند خوبان بانگ خرخال. در آمد شهریار از خواب نوشین دلش خورم شده، زان خواب دوشین زنو فرمود بستن بارگاهی، که با او بود کوهی کم ز کاهی. در مقابل بارگاهش کوه کمتر از کاه بود، یعنی بارگاهش قد با شکوه بود. برآمد نوبتی را سر بر افلاک، نوبتی یعنی خیمه، پس خیمه سر بر افلاک زد. نهان شد چشم بد چون گنج در خاک، و تمام چشمای حسود ترکید از عظمت این به اصطلاح بارگاه. کشیده بارگاهی شست و شست، ستاده خلق بر در دست بر دست. به سرهنگان سلطانی حمایل، به وجود سرهنگان
در و درگه نوشتم اینجا. به سرهنگان سلطانی امایل در و درگه شده زرین شمایل. آره، یعنی از بس که سرهنگان حمایل های سلطانی داشتن، یعنی اینقدر زیورالات به سرهنگ ها آویزون بود، این فرمانده هایی که مال دربار بودن، در و درگه شده زرین شمایل، انگار تمام در و دیوار پر از زر و نقره بود. زهر سون دیلمی گردن به ایوب، غلامان دیلمی گردن به آسمون رسونده بودن، یعنی همه طرف غلامان ایستاده بودن. فرو هشته گله چون جعد منجوق. گله نه گله باید باشه گله همون، چون که حالا فرو هشته کله هم میشه ولی گله بهتره، چون گله یعنی دسته مو، چون جعد منجوق، جعد منجوق یه دسته موه در واقع، ولی کلاه دسته مو نیست. منجوق یعنی، شما نمیدونم دیده بودن قدیما وقتی که تو چیز بود توی مراسم عاشورا و اینا، یه علمی بود، این علم بالا که میرفت، این علم اصلیه، بالا که میرفت اون بالاش یه ستاره ای بود یا یه بعضی یه ماهی بود، اون یه منجوق، و بعد زیرش یه جعدی داشت، یه چیزی شلال ریخته بود، مثلا معمولا هم سیاه بود، ولی توی لشکر تو بالای پرچم رنگای مختلف بودن. تو سپاه مثلا یه جا هست توی فکر کنم راحت الصدور راوندیه که میگه چون منجوق آل سلجوق سر به ایوب کشید، یعنی این در واقع نوک پرچم آل سلجوق با آسمان، این منجوق یعنی اون نوک پرچم، نوک علم، نوک خیمه، نوک هر چیزی که در واقع میخواستی یه چیزی رو بالا ببره و علم ببره. و اون زیرش یه شلالی بوده از موهایی که میریخته و احتمالاً اکلیل داشته و خوش رنگ بوده. ببینن میگه که زهر سو دیلمی گردن به ایو فرو گشته گله، موهاش رو ریخته پایین چون جعد منجوق. به دهلیز سراپرده سیاهان حبش را بسته دامن در سپاهان. سپاهان مظهر سفیدیه و حبش مظهر سیاهیه، مثل حبش و بلغار. سپاهان اسمهان هم میدونه در ایران سفید پوستای خیلی خیلی سفید داره، یعنی دوستانی که اسمهان رفتن توی این دردهات های اطراف اسمهان مخصوصا هنوز این سفیدی فوقلاد زیاد رو میشه دید گاهی، که مثلا یه ها شما مثلا توی مادی آب یا توی کوچه پس کوچه ها یه ها یه دختری ببینه که از شدت سفیدی انسان تعجب میکنه، مثلا فکر میکنه برف ریخته روی پوستای فوق‌العاده سفید. به این سفیدی همینجور تو شعر فارسی هست، تو شعر نظامی مثلا چندین جا به این سفیدی سپاهانیان اشاره شده. میگه به دهلیز سراپرده سیاهان حبش را بسته دامن در سپاهان، سیاهان حبش ترکان چینی چو شب با ماه کرده همنشینی، سوارا بود در پایین اورنگ ز تیغ تنگ چشمان رهگذر ترد. یه پایین اورنگ، فرض کنن اگر یه اورنگ باشه، شاه نشسته رو اورنگ، این پایین اورنگ ماه جرأت نمی‌کنه، سبا جرأت نمی‌کنه رد بشه، یعنی باد سبا می‌خواست از اینجا رد بشه، یه دفعه جلوش می‌گرفت از تنگ چشمان. تنگ چشمان یعنی چی؟ یعنی سربازان ترک مغولی که نگهبان بودن و چالاک بودن و اجازه نمی‌دادن که کسی از اونجا، ما هنوز هم دیدن می‌گیم اینجا مثلا وقتی که دیدن یه چاینیزی یا یه مثلا به هر حال از این آسیا جنوب شرقی ها اینا هست، ما نمیخوایم اسمشون ببریم، فارسی داریم حرف میزنیم، نمیخوایم بگیم یه چاینیز، میگیم یه چش تنگ. چش تنگی نشانه چش بادومی، چش بادومی آره، ولی چش تنگ بیشتر، چون چش تنگ فوشی هست البته، غیر از اون فوش، حالا از اون فوش که بگذاریم تنگ نظر، آره تنگ نظر مثلا نه، اینجا منظورش تنگ نظر نیست، اینجا منظورش البته میتونه نگهبانا رقیب تنگ نظرم هست واقعا، یعنی نگهبان اجازه که نمیدی کسی رد بشه، یعنی هر چیزی رو زیر پای خودش له میکنه، هیچ چیز توجه نمیکنه. ولی اینجا واقعا منظور چه همون چشم بادومی و
شرقی بودن و غلام ترک بودن ترک جغتهای شمال خراسان. میگه که سوارا بود در پایین اورنگ، ز تیغ تنگ چشمان ره گذرتنگ. تناب نوبتی یک میل در میل، تنابای این پرچم مایل در مایل کشیده شده بود. به نوبت بسته بر در پیل در پیل، ز گردک های دورا دور بسته. گردک یه نوع خیلی سلطنتیه و حالا این دو جور میتونیم بخوریم، دورا دور بسته یعنی دور هم قرار گرفتن، تعدادشون زیاد بود و یه محوطه بزرگی این گردک ها یا این خیمه ها قرار داشتن. جوری انباشته خیمه بود که نور داخل نمیشد، یا بگیم که خیمه هایی که دور تا دورشون بسته بودن، یعنی هیچ پنجره‌ای نداشتن. ببینید میگه که گردک های دورا دور بسته، مه و خورشید چشم از نور بسته. در این گردک نشسته خسرو چین، در آن دیگر فتاده شور شیرین. بساطی خسرو چین، اینجا منظورش این نیست که پادشاه کشور چین، چون خسرو خب پادشاه کشور ایران، منظورش اینه که خسرو چین یعنی پادشاه کشور هنر، پادشاه کشور رنگ، پادشاه کشور بور، پادشاه عرصه تصویر. منظور این صورتگر و نقاش چین رو صورت یارم. در این گردک نشسته خسرو چین، در آن دیگر فتاده شور شیرین. بساطی شاهوار افکنده زربفت، که گنجی برد هر بادی که از اون رفت. ز خاکش باد را گنج روان بود، مگر خود گنج باد آمد آن بود. چنان بساطی بود که باد که میوزید برای بساط با خودش گنج میبود، و انگار گنج باد آورد که گفتن یعنی گنج باد آورد که میدونیم داستان شعر خسرو، در واقع خسرو هم خسرو پرویز توی یکی از شانس‌های بزرگش بود که گنج باد آورد پیدا کرد، کشتی که مال امپراتور مصر بود گم میشه با ثروت‌های هنگفتی که داشته جابجا میکرده تو دریا و به گیر خسرو میفته، و اینها اون موقع در حال جنگ بودن و اون از پادشاه روم در واقع پشتیبانی میکرده، و این رو مثلا گنج بادآورد تلقی میکنن که خیلی مشهور میشه توی تاریخ این گنج بادآورد، و گیره در واقع خسرو پرویز میفته و میگه که گنج بادآورد که میگن همینه که شما بساطی درست کنید که باد بیاد و از بو و از جذابیت و از زیبایی اون وقتی از اونجا عبور میکنه با خودش گنجی حمل کنه. منادی جمع کرده همدمان را، برون کرده زدر نامحرمان را. نمانده در حریم پادشاهی وشاقی جز فکر، یا شاید هم وشاقی تلفظ درست نمیدونم، یعنی غلامی، وشاقی جز غلامان سرایی. همه رو مرخص کرده غیر از اون محرما و خاصار. ادب پرور ندیمانی خردمند، نشسته بر سر کرسی تنی چند. نهاده توده توده بر کرانبان، ز یاقوت و زمرد نقدانها. به دست هر کسی بر طرفه گنجی، مکلل کرده از انبر ترنجی. یه ترنجی رو اکلیل کردن از انبر، یعنی انبری رو برداشتن طلایی کردن دادن دستش ها. ملک را زر دست افشار در مشت، یه طلای در مشت افشار یا دست افشاری در دست شاه بود که شاه باش ورزش کنه. شمشیر زدن احتیاج به انگشتان و مچ قوی داشته، به خاطر همین پادشاهان و سرداران و بزرگان دائم باید دستشون با یک چیز سختی بازی میکرده که این همیشه پنجه هاشون قوی میبوده. و این طلای مشتفشار یعنی طلای 24 عیار، یه گلوله درست میکردن میدنم به شاه. طلای 24 عیار نرمه، جوریه که از لای انگشتای آدم میاد بیرون، و شاه شروع کرده این رو فشار.
ملک را زر دست افشار در مشت که از افشردن برون می شد از انگشت. لبالب کرده ساقی جام چون نوش، پیاپی کرده مطرب نغمه در گوش. نشسته باربد بربد گرفته، جهان را چون فلک در خر گرفته. به دستان دوستان را کیسه پرداز، همه دارم پول میدن به مطربا. به دستان یعنی به نیرنگ، به زیبایی، به فریب، به هنر. دوستان را کیسه پرداز، به زخمه زخم دلها را شفاساز. زدود دل گره بر عود میزد، که عودش بانگ بر داوود میزد. حضرت داوود تو افسانه‌های بنی اسرائیل معروف به صدای خوب است، صوت داوودی، نغمه داوودی. حافظ چی میگه؟ میگه بزنه نغمه داوودی باز مطرب، میگه بلبل، حالا هرچی یه چیزی میگه که نغمه نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد. که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد. خلاصه نغمه داوودی یعنی صوت زیبا مثل داوود، مثل حضرت داوود. حضرت داوود شغلش تو طبق اسطوره‌های بنی اسرائیل زره ساز بوده، چون خیلی دستای قوی داشته و میتونست آهن رو خم کنه و زره میساخت. بعد موقع ساختن زره آواز میخونه، مثل دیدن اوستا برنا و اینا آواز میخونن، موقع کاری اینم آواز میخونه، آوازش خیلی زیبا بود. پیدا کردن؟ میگه برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد. باز آمد. از باد سبا باز آمد. باد هوا باز آمد. علاقات تو راوی. بس میگه بزن ای برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز. این نغمه داوودی هم از همین میاد. خب حالا ببینن. میگه که زدود دل گره بر عود میزد، که عودش بانگ بر داوود میزد. یعنی عودی که باربد میزد به حضرت داوود میگه چه طرز خوندن. ببینه چقدر چجوری داره به بزرگی باربد رو چیز میکنه، نشون میده. همان نغمه دماغش در جرس داشت، که موسیقار عیسی در نفس داشت. یعنی نغمه ای در جرس سازیه، نغمه ای در جرس باربد بود. موسیقار هم اسمی سازه، که موسیقار عیسی در نفسش بود. حضرت عیسی با نفسش مرده ها رو زنده میکرده و موسیقیدان ها و نوازندگان بزرگ هم با صدای سازشون مردگان رو زنده میکنن. آدم های بینشات و افسرده که در مجلس اینا میشینن تبدیل میشن به یه موجودات شاد و زنده. میگه که اینا این عیسی بود بیانش. البته میتونه یه عیسای چیزی هم باشه، مطربی هم باشه. یه مطربی هست که رودکی ازش یاد میکنه، اسمش عیسی بوده. شاید اون عیسای معروف، نوازنده معروف رو هم بگه منظور حضرت عیسی باشه. ولی چون که بیت قبل به داوود اشاره کرده، تناسب داره که اینم عیسای پیامبر باشه. زدلها کرده در مجمر فروزی، به وقت عودسازی عودسوزی. عوده که می سوزونیم یه چوب تلخی هست که می سوزونیمش و خوش بودیم، که در کلیساها و ایجام هنوز اینجا دیدن می سوزونیم. عوده اینجا خیلی راحت‌تر میشه بخری تا ایران، با اینکه خیلی تو فرهنگ ما زیاد از عود سوختن یاد شده، ولی کمتر متداوله، ولی تو غرب بیشتر دیدم هست، حداقل تو کانادا. و این چوبی که از هند در میانش تلخ هم هست و فوق‌العاده خوشبوست، میسوخونش. یه عود دیگه داریم که مینوازیمش، که خب شما میدونید پرورد است. میگه ز دلها کرده در مجمر فروزی، میگه از این دلا پر از آتش هم. مجمر یعنی آتشدان. میگه دلهایی که پر از آتش هن، مثل آتش هم، مثل آتش فایر پلیسی هستن که دارن میسوزن، به وقت عودسازی، وقتی که او شروع کرد به ساز عود رو به نواختن، اینا عودسوزی میکردن. این دلها شروع کردن به خوشبو شدن. دلهای انسانها خوشبو میشد از عود نوازی عود.
چو بر دستان زدی دست شکرریز. شاید اسم یه گوشه تو موسیقی باشه. چو بر دستان زدی دست شکرریز، به خوابنده شدی مرغ شباویز. و مرغ شباویز هیچ وقت نمیخوابه، تا صبح بیداره، حق حق و هوهو میکنه و میگه که از نغمه او میخوابید. به دانسان گوش بربط را بمالید، که از آن مالش دل بربط بنالید. چو بر زخمه فکند ابریشم ساز، در آورد آفرینش را به آواز. همه این ابیات توصیف عظمت و بزرگی باربد هست در نوازندگی و میگه که ابریشم ساز او، یادمون باشه که این ساز سیمای فولادی اون موقع نبوده که رو سازها الان هستن، با ابریشم سازها رو زه میبستن و مثلا اون سیم ساز از ابریشم بوده. میگه چون بر زخمه فکند ابریشم ساز، در آورد آفرینش را به آواز. نکیسا نام مردی بود چنگی، ندیمی خاص امیری سخت سنگی. سنگی یعنی باربد. حالا رفت سراغ تا اینجا وصف باربد بود، حالا نوبت نکیسا است. که از او خوشگوتری در لحن آواز، ندیدیم چنگ پشت ارغنوساز. حافظ میگه چی؟ میگه ارغنوساز فلک رهزن اهل هنر است. فلک ارغنون سازه، فلک دائم داره ارغنونی میسازه. چون ارغنون چیه؟ شما تو کلیساها باز اینجا زیاد ارغنون میبینن. ارغنون یعنی یه سازی که یه سری لوله داره، توی این لوله ها هر کدومش که شما فوت کنید یه صدایی داره که همین ارگ توی کلیسا هست. ارگان یعنی همون ارغنون در واقع همون شکل دیگه همین کلمه هست. و در واقع یک ساز بزرگ و مدوره، یک جوری قوس داره توش و انگار فلک با این صداهایی که در آسمان هست و با این دایرهی که در شکل فلک تصور میشه مثل یه ارگ بزرگه. در واقع روزگار داره ارگ میسازه و مینوازه و ما در واقع جزئی از این موسیقی هستیم، زندگی ما. و ببینن میگه که از اون خوشگویتر در لحن آواز، ندیدین چنگ پشت ارغنوساز. زرود آواز موزون او برآورد، رودم باز یعنی ساز. غنا را رسم تقطیع او درآورد. پس تقطیع موسیقی مبتکرش نکیسا بوده. نکیسا بوده که برای اولین بار تقطیع رو در موسیقی درست کرده. تقطیع در عروض یعنی اینکه شما وقتی یه شعری رو میخونید بفهمید که این از چه اجزای منظمی تشکیل شده، ارکان منظم وزن داخل بیت رو بفهمید. مثلا الان یه بیتی از فرض کنیم که چون فردوسی بگیم مثلا توانا بود هر که دانا بود، یه هست فعونون 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 فعل. اگر شما بفهمید که این فعونان 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 فعل هست، این یعنی تقطیع میدونید. به عبارتی وقتی که سعدی داره میگه که ای کاروان آهستران، ما میدونیم هست ای کاروان آهسترا کارامجا نمی رود آن دل که با خود داشتم با دل ستا. نه این تقطیعه، یعنی جدا کردن جمله هایی که دارن تکرار میشن و یک وزن و یک ریتم دارن. خب حالا میگه که زرود آواز موزون او برآورد، غنا را رسم تقطیع او درآورد. نواهایی چنان چالاک میزد که مرغ از درد پر بر خاک میزد. چنان برساختی الهان موزون که زهره چرخ میزد گرد گردون. جزو کفزون شمرد از زهره خود را یا خد را، میگه غیر از اون که خودش را از زهره بالاتر میدونست در خونیاگری، جزو کفزون شمرد از زهره خد را، ندادی یاری کس باربد.
یعنی باربد وقتی که چنگ میزد یا ستا میزد بربد میزد هیچ کس جز نکیسان نبود که بتونه مجیب به او باشه و با او بنوازه و بزنه. در آن مجلس که ایش آغاز کردن به یک جا چنگ و بربد ساز کردن. نوای هر دو ساز از بربد و چنگ به هم در ساخته چون بوی با رنگ. چون بوی با رنگ یعنی چی؟ یعنی گل. اونه گل هست که ترکیب درخشانی از بوی و رنگ. اصلا دیدن ما میگیم رنگ و بوی. رنگ و بوی نداشت. یعنی گل نبود. جلوه ای نداشت. گلی نبود. درخششی نداشت. میگه نوای هر دو ساز از بربد و چنگ و هم در ساخته چون بوی با رنگ. ترنمشان خمار از گوش می بود، یکی دل داد و دیگر گوش می بود. اینجا شما دارن یکی دل داد؟ من دلم میخواست بود یکی دل را بود دیگر گوش می بود. نظرم اشکالی هم نداشت، هم دل دادم اشکال نداره، یکی دل می دادی که گوش می بود اشکال نداره، ولی اونجوری هم می شد که یکی دل را و دیگر گوش می بود. به ناله سینه را سوراخ کردن، یعنی داشتن شارو می کشتن. به ناله سینه را سوراخ کردن یعنی به حدی دیگه رسیدن به اوج توی شعر و آواز و ترنم که داشت شار سینه را سوراخ کشتن. غلامان را به شهر گستاخ کردن. در مجلس هنر شاهان و گدایان مساویان، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل میشه. جایی که هنر و هنرمندی است چه فرق میکنه تو شاه باشی یا گدا؟ وقتی صدات خوب باشه، وقتی بفهمی موسیقی رو، وقتی آواز بخونی، وقتی بتونی همراه او بخونی، با از شاه بهتر میشی. و در واقع هنر یک ببینید چجوریه میگن تو غرب، تو غرب میگن شما بدید وقت آزمایی وقتی میذاری تو توی چه سیکس فوردین های میذاری، همین که من میرم این میخرم، همین که من میرم $2 میدم با آنکوره چیه $1 $5 میدم یکی میخرم، به مدت یه هفته فکر میکنم میلیونه. یه هفته که من میتونم فکر کنم میلیونه، حال بعدش معلوم میشه چه نیست. تو یه هفته خب خیلی حال میکنم، و تو یه هفته ای دارم مثلا قشنگ رانندگی میکنم با احساس میکنم پشت یه لیموزین نشستم، همین یه هفته به من آرامش میده. گدایی به شاهی برابر میشه. آرزو انسان رو بزرگ میکنه. و هنر چنین میدانی، چنین عرصه‌ای، انسان ها بزرگ میشن و همه هم سطح میشن و شاه و گدا یکی چه. اتفاقا گدا از شاه جلوتر میفته، چون دیگه گدا دیگه مشکلی نداره. شاه بعد از اینکه مجلس تموم شد حال باید به جنگ، ولی گدایی که میگه چی؟ میگه خدا یا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. یعنی در خرسندی، در درویشی از خرسندی در ثروت بهتره، چون خرسندی در ثروت خوبه ولی آدم نگران، چون الان ممکن ماشینم بدزدن، ولی در درویشی دیگه انسان نگران چیزی هم فقط خرسند. دیگه به این گفتن چند تا بچه داری؟ گفت 11. گفتم حقوقت چنده؟ گفت که مثلا 100,000. گفتم با 100,000 من 11 تا بچه رو میتونی اداره کنم؟ گفت من میتونم، ولی نمیشه. من مشکلی ندارم. خب این میدانی شده بود که گستاخ شده بودن زیر دستی ها به بنه. کجا بودیم؟ میگه که به ناله سینه را سوراخ کردن، غلامان را به شهر گستاخ کردن. دیگه کسی شاه نمیشناخت اون مجلس. ملک فرمود تا یک سر غلامان برون رفتن، چون کبک خرام گفت بکنید اجابتن اینا رو بیرون. اینا دارن الان اهم اندازه من میشن. مغنی ماند و شاهنشاه و شاپوش، شدندان دیگران از بارگه دور. ستای بار بعد، ستای یعنی ستا، ستای باربد یا بربد، بربد هم میشه ستا، ستای باربد دستان همی زد، به هوشیاری ره مستان همی زد. نکیسا چنگ را خوش کرده آواز، فکنده ارغنون را زخمه برساز.
ملک بر هر دو جان انداز کرده، یعنی بذل جان کرده بر هر دو تاشون، جان مینداخته بر پاشون. ملک بر هر دو جان انداز کرده، در گنج و در دل باز کرده. چون این خرگاه گردان دو گردان دور شد شاه، برآمد چون رخ خرگاهیان ما، به گرد خرگه آن چشمه نور توافی کرد چون پروانه شاهور. اینجا بود که شاهور اومد سراغ شیرین. سکنج پرده گفته ای هاتف جان، که از این مطرب یکی را سوی من کن. شیرین بهش گفت که شاهور بگو یکی از اینا باید نزدیک من بشه، یعنی حالا یا نکیسا یا باربرد یکیشون بیاد نزدیک شیرین بشه. هاتف یعنی ندادهنده، ندادهنده درونی. هاتف غیبی یعنی کسی که من شخصم یهو با من سخن میگه بدون که من اون رو ببینم. و اینجا هاتف جان بود، اشاره به این، در این حال اشاره به یواش سخن گفتن و غیبی سخن گفتن و پچ پچ کردن هم داره. و میگه که ز کنج پرده گفتن هاتف جان، که از این مطلب یکی را سوی من خوان. بدین درگه نشانش ساز در چنگ، که تا بر سوز من بردارد آهنگ. گفت اینا همه رفتن نزدیک شاه، دارن حرفای شاه رو هی تکرار. به یکیشون بیان نزدیک من، من بهش بگم چی بزنه و چی بخونه. به حسب حال من پیش آورد ساز، بگوید آنچه من گویم به دو باز. نکیسا را بران در برد شاپوش، نشاندش یک دو گام از پیشگه دور. که از این خرگاه محرم دیده بردوز، که از این خرگاه محرم دیده بردوز. میدونن منم خوشم میاد که بخونم که از این خرگاه محرم، منتها دیدم وحید بالا هر دوتاشون چیز گذاشته، ساکن گذاشته. که از این خرگاه محرم دیده بردوز. خب ولی منم همینجور که میفهمم که شما میفهمین میخونم، که از این خرگاه محرم دیده بردوز، سماع خرگری از وی در آموز. یعنی چشم، باز از بس نمیفهمیدم کنارش نوشتم چشمت، یعنی چشم پاکت رو برای این خرگاه بدوز. یعنی شاپور وقتی که اون نکیسا رو برد نشون نزدیک پردی که پشتش خانم شیرین بود یا کنارش خانم شیرین بود، گفت بشین اینجا بزن و چشم پاکت رو بدوز به این خرگاه. از این خرگاه محرم دیده بدوز، یعنی دیده محرم تو محرم دیده، یعنی دیده محرم. آره یعنی به چشم، به چشم احترام به این زن نگاه کن و کنارش بشین. این میشه بر این خرگاه، این گفته که از این خرگاه نگاه نکن. از این بر نمیشه کنید که از این خرگاه محرم دیده بردو ما خریدتران ساکن میدید. خب دیده بردو رو شما چی میگیرن؟ یعنی دیده بدوزد یا دیده رو اتفاق بردو؟ از این خرگاه شاه دیده تو بردار و رو حواظت به شیرین باشه. به هر حال معنی که اونه، ولی که اینکه چجوری بخونیمش راستش من درست نمیفهم چجوری همه همه اینجور چما میخونه خوبه، اینجور که زرده میخونه خوبه، و واقعا نمیدونم که نظامی خودش چجوری اینه نوشته. بذاریم سه خط دیگه بخونیم. چهار، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش، هفت خط. هفت خط میخونیم بریم. یک یکم دست رو دلتون بزنه هفت خط. میگه نوا بر طرز این خرگاه میزنه، یعنی هر چی که خانم گفت گوش برفش میکنیم. رهی کو گویدت آن راه میزنه، از این سو بار و چون بلبل مست، ز دیگر سو نکیسا چنگ در دست. فروغ شمع‌های انبرآلود بهشتی بود، از آتش باقی از دود. نوا بازی کنان در پرده تنگ، غزل گیسو کشان در دامن چنگ. به گوش چنگ از یه طرف نوا می اومد، یعنی موسیقی بود، از سوی موسیقی بود.
جوری که در یک پرده تنگی باید بازی میکرد. موسیقی بود که در یک میدان تنگ قانونمند فشرده شده ای باید یک روح بزرگ رو، یک روح هنرمند رو توی یک فضای تنگ میگنجد. نوا بازیکنان در پرده تنگ، غزل گیسو کشان در دامن چنگ. چقدر زیباست. به گوش چنگ در ابریشم ساز، فکنده حلقه های محرم آواز. این محرم ها رو اینجا نمیفهمم. به گوش چنگ در ابریشم ساز، فکنده حلقه های محرم آواز. یعنی احتمالاً منظورش حلقه های محرم، یعنی حلقه هایی که خیلی خاص بودن و کسی در اون نفوذ بسن، آخرین حلقه ها، نزدیکترین حلقه ها به شاه، خاصان، غلامان ویژه. ملک دل داده تا مطرب چه سازد، کدامین راه و دستان را نوازد. نگار خرگری با مطرب خیش، غم دل گفت کین برگو میندیش. از اون طرف شیرین داشت به نکیسا آموزش میداد که چی بخونه، گفت این شعر رو بخونه. از اون طرف شامم داشت با باربد صحبت میکرد که چی بخونه. و از این بعد یه صحنه داریم که در واقع گفتگوی نکیسا و باربد هست که هر کدومشون نماینده یکی از این دوتا عاشق هستن. بعد از بریک ادامه